ولی بله من مثل محبوس بودم تو خونه. الانم مثل یه هفته کمتری دارم، هر لحظه هم یه چیزهایی که مثل ترسون در لولو دیمشون. با سلام درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در ادامه دو مبحث قبلی که در خصوص بیانیه 14 خرداد ماه 1397 که به امضای نمایندگان خمسه رسیده، نکات مکملی هست که به عرضتون میرسونم. بنده به عنوان یک وکیل میدونم که باید در برابر دادگاه افکار عمومی و در برابر دادگاه تاریخ مستند صحبت کنم. فحش، توهین، اهانت، اینها ارزش تاریخی نداره و سند محکمه پسند نیست. باید مستند صحبت کرد و سندی که من در اختیارم هست، در اختیار همه شما هست و مکررن اون رو ارائه میدم، برگه غیر قابل انکار تاریخیه و به همین دلیل مجددن و مجددن بهش رجوع میکنم. یعنی در 14 خرداد ماه 1397 هجری خورشیدی، آقای حاج دکتر غلامرضا حرسینی احد از 5 عضو سازمان قطبیت شورایی با دستخط خودشون متنی رو نوشتند که جناب آقای جزبی، ثابت علی شاه که اون موقع ثابت علی بودن، شیخ بزرگوار، اولین امضا رو زیرش گذاشتن، دومین امضا رو آقای حاج محمد تابنده و سپس آقای حاج حسین علی کاشانی و سپس آقای حاج غلامرضا حسینی و سپس آقای حاج میریونوس جعفری اصل زیر این برگه امضا گذاشت. پس من به همین برگه رجوع می کنم. هو 121. حضور محترم برادران مکرم و خواهران ایمانی سلمکم الله، این جانبان نمایندگان حضرت مولا پیر و مرادمان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه ادام الله ظله الشریف علی رؤوس الفقرا، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، با توجه به مسائل اخیر لازم دیدیم مباحثی را با شما در میان بگذارید. ما کوشیدیم که با سکوتمان نقشه ها را نقش بر آب نماییم، ولی ملاحظه شد که آنها هم بر مسائل دیگری نموده و به جوسازی های خود ادامه دادند. شما شاهدید عده‌ای که هیچ تعلق خاطری به مرام و مسلک فقری ندارند و برایشان اعتراض کارگری، اعتصاب صنفی با موضوعات درویشی فرقی نداشته و به هر حال به دنبال این هستند که از هر نمدی برای خودشان کلاهی بسازند، این روزها دایه مهربان تر از مادر شده و میکوشند سلسله جلیله نعمت اللهی سلطان علی شاهی را و چون معامله مطامع مشکوک خود قرار داده، از این طریقت برجسته نیز نهایت بهره را ببرند. آری، نگاه آنها به همه موضوعات نگاهی صرفاً ابزاری است. جایگاه رفیع فقری را تا مستمسکی سیاسی برای فشار به نظام جمهوری اسلامی پایین آورده و این روزها برای رسیدن بر اهداف خود بر طبل حصر میکوبند. برای سلسله ما جای بسی شرمندگی است که بی آبروهای فراری که برخی دستشان تا مرفق به خون عزیزان این مرز و بوم آلوده است و برخی نیز
بیشرمانه با دشمنان ملت شریف ایران هم پیمان می باشند، امروز با قیافه حق به جانب پشت نقاب هایی همچون دفاع از حقوق بشر، دفاع از دراویش گناه‌آبادی سنگر گرفته و در تلویزیون منافقین، شبکه های معلوم الحال بی بی سی و بقیه رسانه ها یعنی دور تیوی به تاخت و تاز مشغولند. آنها در انتخاب نمایندگان توسط قطب وقت، صدور بیانیه ها و هر حرکت دیگری تشکیک می نمایند. گاهی می گویند بیانیه ها، سخنرانی ها مورد تأیید نیست. گاهی می گویند نمایندگان معرفی شده دولتی هستند، یعنی مامورای وزارت اطلاعات. حتی مأذون محترم آقای دکتر آزمایش هم همین مطالب را بیان کرده. دوستان عزیزم، یعنی تمام مطالبی که از ابتدای این صفحه تا این نقطه برای شما خوندم در مورد شخص ثالث داره نقل میشه. عده اینجوری میگن، اونطوری میکنن، فراری به خارج کشورن، دستشون تا مرفق به خون هموطنان آلوده است، چنین کردن چنان کردن، این حرفا رو میزنن اینا. بعد تصریح میکنه که بنده آزمایش هم همین حرفا رو دارن میزنن. یعنی این بیانیه از نقطه اول تا این نقطهش رو در باب مطالبی که بنده و دوستانم داریم میگیم نوشته آقای هرسینی و آقای جذبی امضا کردن. این مشخصه کاملا. در صفحه دوم میفرمایند همه هوشیار باشیم، هنوز همان بازیگران معلوم الحال در فضای غبارآلود فعلی در تلاشند تا قطره آخر از فقر و درویشی و دراویش ارتزاق کنند. سود آنها در ادامه همین وضعیت است، لذا همه اقداماتشان نیز برای ادامه همین وضعیت است. فریب نخورید، رفع حسر و غیره همه بهانه است، وسیله بازی آنها نشوید. پس اینجا مشخص میشه که اختلاف نظر جناب آقای هرسینی و جناب آقای جذبی و جناب آقای محمد تابنده و جناب آقای حسین علی کاشانی و جناب آقای میریونوس جعفری با بنده و دوستان بنده سر چیه؟ سر اینه که بنده عرض میکنم که حضرت آقای مجذوب علی شاه در حصر هستند و باید این حصر شکسته بشه و این اشخاص محترم میگن حضرت آقا در حصر نیستند، حصری وجود نداره که بخواد شکسته بشه. موضع ما تلاش برای اثبات واقعیت حصر و تلاش برای کسر حصر و شکستن حصر و تلاش این آقایان خمسه برای انکار حصر و تخته ماست. در اینجا از همه کسانی که در فضای مجازی پاسخ دندان شکن به این کاسبان سیاسی دادند نهایت تشکر را داریم. برای این که میدان رو در اختیار بگیرند چه کار کردند؟ یک گروهی در فضای مجازی بنده و دوستانم رو دارن تخته میکنن، میگن چرا شما میگین هست وجود داره وقتی وجود نداره؟ چرا اصلا حرف میزنید؟ چرا ساکت نمیشید؟ از همه کسانی که در فضای مجازی پاسخهای دندان شکن به این کاسبان سیاسی یعنی بنده و دوستانم دادند نهایت تشکر را داریم و به این همه رشد و کمال انسانی آنها درود میفرستیم و از مولازاده های مکرم آقایان دکتر رضا و دکتر رحمت تابنده، هرچند در راه دورند ولی شرایط را درک می کنند، خازانه تشکر می کنند. خب اینجا پس جبهه کاملا مشخص. اختلاف نظری که بین آقای هرسینی و دوستان آقای هرسینی، اون چهار عضو دیگر گروه نمایندگان خمسه و آقایان رضا و رحمت تابنده با بنده و دوستانم وجود داره
مقوله حسره حضرت آقای مجذوب علی شاه. حضرت آقای مجذوب علی شاه از نظر ما محصور و محبوس در زندان خانگی در دولت سرای خودشونن و این باید شکسته بشه. از نظر آقای هرسینی و رضا و رحمت تابنده و یارانشون ایشون در حصر نیستند، آزادند. حال باید این وسط ببینیم نظر خود حضرت آقا چیه. تو همه این بحث ها و اختلاف نظرها در مورد شخص حضرت آقای مجذوب علی شاهه. حضرت آقای مجذوب علی شاه نظر بنده رو تایید میفرماین یا نظر آقای جذبی و آقای هرسینی و دوستانشون رو تایید میکنن؟ پس با این ضرورتا ما باید به نظر حضرت آقا رجوع بکنیم و حضرت آقای مجذوب علی شاه میکروفون ازشون سلب شده که نتونن نظرشون رو بیان کنن. هر بار که حضرت آقا میخوان راجع به وضعیت خودشون مطلبی رو بفرمایند میکروفون ها خاموش میشه. اینا مشخصه. گهگاهی که یه فرصت کوتاهی نصیبشون میشه و یه مطلبی رو میفرمایند اشاره میکنن. دیروز تلفن رو گرفتم همونجا جلو، خودشون گفتن ایشون با ما همکاری کنن، شونم گفتن باشه. اصلا قرار یه صحبت ها نبود، قرار اصلا یه صحبت ها نبود، قرار یه چیزای دیگه بود. تیتر شما نگان عناوینش رو نوشته بودیم، انداختن اون و فیلم برداری کردیم، اصلا اعتنایی نکردن. ما مسائل مهم داشتیم که باید گفته بشه. من در حد نیستم، من در سلامتم. حاج محمد آقا خیلی به من گفته هر جا میخواین برین بیاین بریم. نمیدارن همه بیان من رو ببینن، نمیدارن من سریعا نهرد یا میخوام صحبت کنم. من میخوام جلو من آزاد باشه، باز باشه و موجود باشم برم بیام من بیان. مسئول خبرگزاری مهر تابنده در دو نوبت در 13 تیر ماه 1398 در دولت سرایشون در تهران و در 9 مهر ماه 1398 در دولت سرایشون در بیدخت با ایشون مصاحبه کرد. اون مصاحبه ها علارغم تقطیع هایی که داشت پخش شد، از جمله این که حضرت آقا تصریح بر حصر، حبس، زندانی بودن، دائم در معرض ترسانده شدن و ارعاب و اخافه که لولو خورخوره میاد و صحبت از اینی که من آزادی ندارم و دستهایی بالای سرنوشت من میتنه و سرنوشت من رو در اختیار خودش میگیره و تعویض میکنه و من آزادی ندارم. بیان فرد. ولی بله من مثل محبوس بودم تو خونه. الانم مثل یه حتی کم تری دارم، هر لحظم یه چیزهایی که مثل ترسون در بلوک نشان من احساسی در زندگی من از هنوش من دخانت می شود. خوب یا بندش کاره ندارن، یه دخالتی تقدیری، من دخالتی تختیار من نیست، تنصیرت من نسد میکنم، آزادی ندارم، آزادی کم دارم، نمیدارک نسد از درانه که دست های بالای سرنوشت من میتنم و سرنوشت من تعویض میکنم و در اختیار میگیرم. پس در اینجا حضرت آقای مجذوب علی شاه مشخص فرمودند
که در این تقابلی که بین بنده و آقای حرسینی و آقای جزوی و دوستانشون وجود داره، حضرت آقا نظر بنده رو تأیید می‌فرمایند و مبارزات بنده و دوستانم رو تأیید می‌کنن برای کسر حصر. حال حصری که مورد تأیید حضرت آقا قرار گرفته امریه که امروز شما باید در موردش پاسخ بدید. شما که میدونستید حصر وجود داره، حصر که بیان و علنی بود و شما انکارش میکردید و میگفتید آزمایش که میگه حصر وجود داره به خاطر اینی که با منافقین و شبکه معلوم الحال بی بی سی و فراریان به خارج کشور رفته هم دسته. حضرت آقا چی؟ حضرت آقا هم که همین موضوع دارن. آیا شما جرأت دارید به خودتون این جسارت رو بدید که بگین حضرت آقای مجذوب علی شاه با فراریان به خارج کشور که دستشون تا مرفق به خون هموطنان ما آلوده است هم دستن؟ شما اینو نوشتید و امضا کردید، اینو کجا میخواییم ببرید؟ اینو چجوری میخواییم توجیه کنید؟ دعوای شما با آزمایش نیست، آزمایش بهانه است. دعوای شما با شخص حضرت آقای مجذوب علی شاهه که فرمودن من در حبس و حسرم و اولین کاری که شما باید بکنید این که این حسر و حبس شکسته بشه. حضرت آقای مجذوب علی شاه از اول اسفند در حصر قرار گرفتند و اقداماتی توسط گروه خمسه صورت گرفت، من جمله تخلیه دولت سرای ایشون از همه خدمه دولت سرا که عاشقانه وابسته به حضرت آقا بودند و در خدمت ایشون بودند برخلاف میل و نظر حضرت آقا. در اون دوران کانال های ارتباطی با منزل حضرت آقا برقرار بود. به همین دلیل بنده موفق شدم که با شخص حضرت آقای مجذوب علی شاه افتخار صحبت کردن و کسب تکلیف و عقص مأموریت داشته باشم. اما فضای داخل دولت سرا و خارج دولت سرا عوض شد. همه خدمه عوض شدند، همه کانال های ارتباطی با داخل دولت سرا بسته شد، تلفن ها به منزل ایشون به دولت سرای ایشون قطع شد، یا به تلفن ها جواب نمی دادند یا جواب سربالا می دادند. یعنی شاهد عینی دارید. مکررن اشخاص مختلف به دولت سرای حضرت آقا تلفن می زدن که اگر با اشخاصی در داخل دولت سرا دارن فرمایش می فرمایند فقط صداشون رو بشنوند و اون شخصی که حالا اسمشو نمی برن گوشی تلفن رو بر می داشت می گفت شما مثل این که متوجه شرایط نیستی، من اجازه ندارم که شما رو به حضرت آقا وصل بکنم، شما که خودتون اینا رو میدونید، شما که خودتون عامل مستولی کردن شرایط حصر و حبس و زندان خانگی بر حضرت آقا بودید، شما بودید که گفتین کسی اجازه نباید داشته باشه که دیگه با حضرت آقا تلفنی حرف بزنه. چرا دارید مسائل رو تخطئه میکنید؟ اون موقعی که هنوز این وضعیت استیلا پیدا نکرده بود، در ابتدای آغاز هست، بنده همون موقع خدمت حضرت آقای مجذوب علی شاه تماس گرفتم. بعد از تعویض افرادی که درون دولت سرا بودن از طرف دوستان ما و سایرین تلاش‌های بسیاری برای تماس تلفنی یا حتی رفتن به در دولت سرای حضرت آقا صورت گرفت، ولی امکانش دیگه نبود. پس اینقدر دروغ نگید وقتی خودتون شما دارین اینجا حضرت آقای مجذوب علی شاه رو شما متهم میکنید به ارتباط با بیگانگان.
شما اینجا دارین حضرت آقا رو متهم میکنی به همکاری با کسانی که دستشون تا مرفق به خون مردم ایران آلوده است. شما اینجا دارید به صراحت در این بیانیه سه صفحه‌ای که به امضای شما 5 نفر رسیده حضرت آقا رو دارین متهم میکنید به فشار وارد آوردن به جمهوری اسلامی. شما در این بیانیه که 5 تا امضای شما زیرشه و در 3 صفحه نوشته شده حضرت آقا رو دارین متهم میکنید که حصری در کار نیست و ایشون مدعی هستن که حصری در کار هست، چون اینا مواضع حضرت آقاست که شما دارین تختعش میکنید. درسته که اینجا از آزمایش اسم بردید و دارین ظاهرن مواضع آزمایش رو مورد حمله و تخته قرار میدید و تشکر میکنید از رضا و رحمت تابنده که با شما هم موضع هستن، ولی آزمایش میگه حصر وجود داره، شما میگین حصر وجود نداره، حضرت آقا میفرمایند بله حصر وجود داره. پس شما دارین حضرت آقا رو تخته میکنید، نعوذ بالله، آگاهانم دارین این کار میکنید. چه جوابی داریم برای این بدی؟ حضرت آقا میفرمایند حصر هست، حبس هست، آزادی ندارم. شما میگین این حرف ها بهانه است، فریب این حرف ها رو نخورید، حصر وجود نداره. حالا شما درست میگین یا حضرت آقا؟ اون چیزی که شما اینجا نوشتین و امضا کردین 180 درجه با فرمایش های حضرت آقا تفاوت داره. پس یعنی حضرت آقا رو شما قبول ندارید به عنوان قطب. پس یعنی میخواین از حضرت آقا استفاده ابزاری کنید که میگین آقا جانشین شما کیه؟ چون ایشونو که قبول ندارید. اگر ایشون در جهت منویات شما فرمایشی بکنن اون رو پخش میکنید، وگرنه اجازه نمیدید کسی ازش آگاه بشه. همین امر که شما یک برخلاف واقع موضع گرفتید، شما برخلاف واقع موضع کتبی گرفتید، شما برخلاف واقع موضع کتبی و دست جمعی گرفتید، یعنی 7 نفر، یعنی شما 5 نفر امضاش کردین و گفتین رضا و رحمت تابندن با شما هم موضع هستن. شما 7 نفر برخلاف واقع و برخلاف نظریات حضرت آقای مجذوب علی شاه موضع گرفت و موضع گیری شما به ادامه حصر تا شهادت ایشون منتهی شد. در این تردید نیست، هیچ تردیدی نیست، اسناد موجود نشونش میده. با این عمل شما 7 نفر از خودتون سلب صلاحیت کردید برای دخالت به هر نوع و صورتی در امور ولایی و دینی، برای اینکه شرط دخالت در امور دینی اعم از پیشنمازی تا هدایت و ارشاد داشتن خصیصه عدالت، و شما به واسطه کذب بیانی که نوشتید و امضا کردید از خصیصه عدالت ساقط شدید. پس نمیتونید به هیچ عنوان در هیچ یک از امور دینی دخالت کنید. هر کاری میخواییم بکنید، ولی ربطی به سلسله ولوی نعمت اللهیه سلطان علی شاهیه گنابادی نداره، نداره. هر کاری میخواییم بکنید بکنید. آقای پازوکی شما عضو گروه 5 نفری هستی، به جای آقای کاشانی اومدی، بی خودی جلسه نذارید، بی خودی کنفرانس ندید، بی خودی برنامه هایی به اسم کتابخانه تصوف و عرفان رو به راه نندازید، اینا به شما مشروعیت نمیده. گروه نمایندگان 5 به صورت مکتوب برخلاف واقع و برخلاف منویات قطب و برخلاف مواضع اعلام شده قطب، حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه موضع گیری کرده و به این دلیل از عدالت ساقط شده.
در این تردیدی نیست، مشروعیت نداره. این کارهایی که شما میکنین سبب بازگرداندن آب مشروعیت به جوی اعتبار شما نمیشه، نمیشه. این خواست عمومی فقراست، نه 98% فقرا، نه 99% فقرا، نه 99.9% فقرا، 100% فقرا میخوان که شما به واسطه مواضعی که بر خلاف واقع و بر خلاف منویات قطب گرفتین در این مناظره حاضر بشید، در این گفتگو حاضر بشید و دفاع کنید از خودتون، دفاع کنید. بنده مستندن استدلالات خودم رو مطرح میکنم. شما با درست کردن پیج های فیک نمیتونین برای خودتون مشروعیت بخرید. مثل باد پاییزی که برگ های زرد خزان زده رو فرو میریزه، شما دچار ریزش عظیم شدی و این ریزش عظیم غیر قابل تردید به واسطه شکیه که نسبت به اعمال شما به وجود اومده. فرمایش های حضرت آقای مجذوب علی شاه هست، اسناد مکتوب مستند و ممضی به امضای شما هست. شما یه سلسله جدید درست کردید با قطبیت شورایی که هیچ ربطی به حضرت آقای مجذوب علی شاه نداره، هیچ ربطی. حضرت آقای مجذوب علی شاه نظرشون رو در مورد جانشین خودشون قطب چهلوم حضرت آقای درویش وارسته که منتخب خداونده به صراحت بیان کردن. شما قطبیت شورایی درست کردید در زمان حضرت آقای مجذوب علی شاه و ادامهش هم دادید و نظریات سازمان قطبیت شورایی 180 درجه با نظریات حضرت آقا تفاوت داشت. من ممکنه بگم آقای جدبی جانشین منن، یکی دیگه خداوند، یکی دیگه درویش وارسته ای رو از جای دیگه بعد از من بفهمد، این من جانشین. پس شما یه سلسله جدید درست کردید و سلسله‌ای که شما درست کردید هیچ ربطی به سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی نداره. موقوفات سلسله مهم نیست، اون چیزی که مهمه اصل ولایته. اصل ولایت میراث خانوادگی نیست که آقای دکتر محمود تابنده بگه ما تابنده ها تصمیم گرفتیم اینو بدیم بیرون از خانواده تابنده. دست شما چیزی نیست که بخواییم اونو بدیم بیرون. کاملا صحیحه، بالاخص در این مورد که ما تابنده ها در خانواده تابنده داریم میدیمش بیرون از خانواده تابنده. یه دستوری فرمودن، ما طبق اون دارم عمل میکنم، هیچ ادعایی هم ندارم. اینها همش نشون دهنده اینه که شما اصلا چیزی راجع به تصوف و عرفان و فقر و درویشی و سلسله طریقتی نمیدونی. هر کسی که علاقمند پیروی از این سلسله نوظهور و جدیده اومده باهاش به خیال خودش تجدید بیعت کرده، اما اونهایی که در قید بیعت حضرت آقای نورعلی تابنده مجذوب علی شاه هستند از شما سوال دارند. میگن پیش از دعوت به هر نوع بیعت یا تجدید بیعتی شما باید از کرده های خودتون دفاع کنید، توضیح بدید در مایلن در این مورد پیگیری صورت بگیره. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیزی به خدای بزرگ استفاده کنید.